به دنبال محکومیت‌های داخلی و بیرونی حمله مرگبار بر دانشگاه کابل، اینجا شورای علمای افغانستان این حمله را جاهلانه و بدترین نوع جنگ می‌داند. به دلیل کدام مسئله شرعی و قانونی با مردم و ملت صلح ندارید ولی با خارجی ها صلح دارید؟ با ما آتش بس ندارید ولی با دیگر آتش بس دارید؟ حالا که خارجی ها رفتن، مخصوصا با حملات در پایگاه های آموزشی و دانشگاه، چه وجهی داره؟ از سوی هم دکتر یوسف قرضاوی، عالم برجسته اسلام، در دیدار با اعضای هیئت مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه، جنگ جاری و قتل هر روزه مردم افغانستان را ناروا گفته: ما در حال کشته میشیم که گویا والعیاذ بالله آیات سرچپه شده. به کسانی که به خاطر موجودیت اونها صدای جهاد و صدای اسلام میکردن، امروز به اونها مسئولیت دادن و ما را میکشن. شماری از افغانها در دوحه و کشورهای دیگر نیز با برگزاری مراسم دعاخوانی به قربانیان حمله بر دانشگاه کابل، خواهان توقف جنگ در کشور شدند. که سوک دیدی پر توجیهات غواری، دغه توجیهات به هغه توجیهات وی لکه سرنګ چې خوارجو د خپلو اعمالو دپاره توجیهات غوښتل، تعویلونه یې به کول، نو د توجیهاتو په ځای باندې راځئ په هغه څه باندې عمل وکوو چې هغه اتفاقي مسایل دي. در حمله مهاجمان بر روز دوشنبه بر دانشگاه کابل که گروه داعش مسئولیت آن را گرفت، 22 تن جان باختند و حدود 40 تن دیگر زخمی شدند. حدود 50 کشور و سازمان جهانی این حمله را محکوم کردند.